سلام خوش اومدید به کلاس درس در ویدیو قبل پنج خاصیت مهم از خواص حد رو با هم باهاشون آشنا شدیم و هیچ کدوم رو اثبات نکردیم اما من بهتون قول دادم که یک ویدیو برای اثبات یکی دو تا از اونها ضبط بکنم تا ببینید که چرا من معتقد بودم که فراتر از ریاضیات دبیرستان هست اون اثبات ها اما خاصیت شیشمی که این ویدئو می‌خوایم باهاش آشنا بشیم که این هم جزء های بسیار بسیار مهم حد هست اینه که البته من همون دو تا فرض ویدئوی قبل رو هم اینجا دوباره بنویسم اول اینکه حد x به سمت a یک تابع f x میشه l و حد x به سمت a یک تابع j x من هم میشه m این همون دو تا حالتی است که در ویدیو قبل اونها رو دیدیم خاصیتی که الان میخوایم باهاش آشنا بشیم این هست که حد x به سمت a تابع f x ضرب در j x مساوی میشه با حد x به سمت آی اف x ضرب در حد x به سمت آی ج x که این مساوی میشه با ال ضرب در ام بنابراین من وقتی که دو تابه رو در هم ضرب میکنم و ازش حد میگیرم درست مثل اینه که حد هر کدوم رو جداگانه حساب بکنم و اون دو تا عدد رو در هم ضرب بکنم دقت بکنید که این خاصیت ها رو من برای دو تابه می نویسم اما اگر شما یک تابع اچ دیگه هم داشتید که اینجا در این دو تابع ضرب می شد در این صورت همین اتفاق برای اون هم می افتاد و من میتونستم حد اون تابع اچ رو هم جداگانه حساب بکنم و در این دو عدد ضرب بکنم به همین ترتیب برای جمع هم به همین شکله وقتی حد جمع دو تا رو حساب کردم و گفتم که میشه جمع هر کدوم از حدها اگر سه تا هم بود همین اتفاق میفتاد چهار تا هم بود همین اتفاق و و و این رو میشه به راحتی با استقرای ریاضی اثبات کرد اما خاصیت هفتمی که میخوایم الان با هم باهاش آشنا بشیم این هست که فکر میکنم دیگه میتونید حدس بزنید بعد از جمع تفریق و ضرب نوبت تقسیم هست که حد fx تقسیم بر jx مساوی میشه با حد x به سمت aش مساوی میشه با حد x به سمت a fx تقسیم بر حد x به سمت a jx که این مساوی میشه با l تقسیم بر m برای این فقط یک شرط کوچیک رو ما باید حواسمون باشه و اون همینه که باید m مخالف صفر باشه چون اگر مخرج کسر صفر باشه این کسر تعریف نشده است و اون وقت مجبوریم از روش های دیگه استفاده بکنیم بنابراین برای اینکه ما بتونیم از این خاصیت استفاده بکنیم و حدهای مختلف رو حساب بکنیم چاره ای نداریم جز این که M مخالف صفر باشه اگر مخرج صفر باشه روش است که در ویدئوهای بعد در مورد اونها صحبت خواهیم کرد خاصیت هشتم خاصیتی که من میخوام براتون اثباتش هم بکنم به این دلیل که از همین خاصیت که یاد گرفتیم میشه اون رو اثبات کرد خاصیت هشتم میگه لیمیت fx به توان n x به سمت a مساوی میشه با لیمیت x به سمت a fx کل این عبارت به توان n یعنی من به جای اینکه حد یک تابع به توان n رو حساب بکنم میام حد اون تابع رو در اون نقطه A حساب میکنم و اون عدد رو به توان n میرسونم که این هم طبق این فرض هایی که ما اینجا کردیم مساوی میشه با L به توان N اما من اینو میتونم خیلی راحت براتون اثبات بکنم با این خاصیت شماره 6 شما میتونید به راحتی این خاصیت شماره 8 رو اثبات بکنید چرا؟ چون حد FX به توان N x به سمت a مساوی هست با حد x به سمت a f x ضرب در f ضرب در به همین ترتیب اف و تعداد اینها هست n تا که این مساوی میشه با حد x به سمت a f طبق این خاصیت من میتونم هر کدوم از این ضرب ها رو جدا بکنم حد رو حساب بکنم و بعد این حاصل حد ها رو در هم ضرب بکنم این ضرب در لیمیت x به سمت a f x ضرب در به همین ترتیب ضرب در لیمیت x به سمت a f x که تعداد اینها هم هست انتا تا بنابراین این مساوی میشه با ال ضرب در L ضرب در تا دوباره ضرب در ال ان تا L وقتی در هم ضرب میشن مساوی میشه با ال به توان ان بنابراین من به کمک خاصیت 6 تونستم خاصیت 8 رو اثبات بکنم خاصیت آخری که من برای حد میخوام بهتون معرفی بکنم حد x به سمت a رادیکال f x به فرجه n هست یعنی ریشه انوم ای اف ایکس را اگر حساب بکنیم یعنی این تابع را اگر من تعریف بکنم ریشه انوم ای اف ایکس حد ایکس به سمت aش میشه چی و این خاصیت به من میگه که این مساوی میشه با رادیکال به فرجه ن لیمیت اف ایکس ایکس به سمت ای یعنی میتونم حد رو حساب بکنم حد خود تابع اف رو و بعد ریشه انومش رو حساب بکنم که این مساوی میشه با رادیکال L به فرجه N در مورد این هم باز باید یک دقتی بکنیم درست مثل این دقتی که اینجا در مورد تقسیم کردیم اینجا هم باید L جزء دامنه این تابع من باشه به عبارتی اگر N زوج هست من باید داشته باشم که L بزرگتر مساوی صفر هست چون رادیکال در حقیقت ریشه انوم یک عدد زوج من اصلا خودم نفهمیدم چی گفتم وقتی که رادیکال یک عدد به فورجه ان رو حساب میکنیم اگر ان زوج باشه اون رادیکال به ازای اعداد منفی تعریف نشده درست مثل حالتی که مثلا رادیکال منفیه مثلا 5 به فرجه دو اصلا یک عددیه که تعریف نشده و دامنه فقط اعداد مثبت رو شامل میشه بنابراین وقتی که انزوج باشه ال باید بزرگتر مساوی با صفر باشه که ما بتونیم از این خاصیت استفاده بکنیم از این خاصیت ها که این آخرین خاصیتی بود که من گفتم من یک نتیجه خیلی خیلی مهمی میتونم بگیرم من میخوام حتما اون نتیجه رو بهتون بگم بذارید من صفحه رو کمی ببرم بالاتر که بتونیم این زیر یک چیزهای دیگه ای بنویسیم نتیجه مهمی که من میگیرم این هست که وقتی که من یک چند جمله دارم بنابراین وقتی که شما یک چند جمله دارید به شکل کیو ایکس که این Qx مساوی هست با یک ضریبی از توانهای مختلف x مثلا 5x به توان 7 به علاوه 3x به توان 4 به علاوه مثلا 2x به توان 3 به علاوه x به علاوه مثلا 9 این یک چند جمله هست از توانهای مختلف x هر حالت دیگه شما میتونید در نظر بگیرید وقتی که شما یک چند جمله دارید در این صورت حد x به سمت a اون چند جمله شما دقیقا برابر میشه با مقدار اون چند جمله در نقطه ای که دارید حد رو حساب میکنید اثبات این از این خواصی که ما نشون دادیم خیلی راحت هست در حقیقت شما باید از این خاصیت 8 استفاده بکنید تا نشون بدید که حد این عبارت یعنی مثلا x به توان 7 میشه a به توان هفت یا این عبارت یعنی x به توان 4 میشه a به توان 4 بعد از خاصیتی که در ویدیو قبل خاصیت پنجمی که در ویدیو قبل دیدیم استفاده بکنید و نشون بدید که حد این عبارت یعنی 5x به توان 7 میشه 5 در a به توان 7 حد این عبارت میشه 3 در a به توان 4 و به همین ترتیب و بعد از خاصیت جمع یعنی خاصیت سومی که در ویدیو قبل نشون دادیم استفاده بکنید و نشون بدید که حد این تابه برابر میشه با جمع تک تک هر کدوم از این حدها و بنابراین برابر میشه با مقدار چند جمله ای دقیقا در اون نقطه ای که ما داریم اون رو حساب میکنیم این خیلی خیلی خاصیت مهمی هست و خیلی از جاها به کار ما خواهد اومد در ویدئوی قبل شروع کنیم در ویدئوی بعد شروع کنیم مثال مختلفی از حد رو با هم حل کردن.